مهرامیزترین درودهایم را نثار شما شنوندگان شبکه جهانی رادیو این و مردمی میکنم. به برنامه هفتگی لوین ویدا خوش آمدید. قبل از شروع برنامه واجب میدونم که از آقای امیر عزیزم، امیر شای البته، بابت زحماتی که برای بنده در همراهی برنامه ها اجرا میکنن تشکر کنم. امیر جان سپاس از شما. قبل از هر چیز از آقای امیر درخواست یک ترانه قشنگو میکنم، ترانه حمید طالبزاده چلچراغ به وکاشه. امیر جان دلگه دیوونه بشه، در به در از خونه بشه، عقلگه حیرون بمونه، چشمام یه رود خونه بشه. بازم میگم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. با این که چشمام همه شب اسیر بیخوابی میشه، دلم برات پر میزنه، دوچار بیتابی میشه. بازم میگم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. به من میگن این آدم ها، این آدم های پاری ها، عشق تو خواستن غلطه، دل به تو بستن غلطه، اما دلم به من میگه تو را نخواستن غلطه. نکنه فراموشم کنی، از غم سیاه پوشم کنی، من چلچراغ عشقتم، اشکنی خاموشم کنی. نکنه فراموشم کنی، از غم سیاه پوشم کنی، من چلچراغ عشقتم، اشکنی خاموشم کنی. دل اگه دیوونه بشه، در به در از خونه بشه، عقل اگه حیرون بمونه، چشمام یه رود خونه بشه. بازم میگم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. با این که چشمام همه شب اسیر بیخوابی میشه، دلم برات پر میزنه، دوچار بیتابی میشه. بازم میگم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. به من میگن این آدم ها، این آدم های پاری ها، عشق تو خواستن غلطه، دل به تو بستن غلطه، اما دلم به من میگه تو رو نخواستن غلطه. نکنه فراموشم کنی، از غم سیاه پوشم کنی، من چلچراغ عشقتم، اشکنی خاموشم کنی. نکنه فراموشم کنی، از غم سیاه پوشم کنی، من چلچراغ عشقتم، اشکنی خاموشم کنی. من چلچراغ عشقتم. بازم میگم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. خب عزیزان، به ادامه برنامه برگشتیم. امیدوارم که از این آهنگ خوشتون اومده باشه، ولی قبل از هر چیز اجازه بفرمایید که دو مجری
جدیدی که به رادیسین جهانی شبکه ما ملحق شدن به ایشان میخواهم تبریک و شاد باش بگم. یکی از اینها آقای مسعود عزیز که برنامه تونو شنیدم امروز، تکراری آن را واقعا لذت بخش بود. امیدوارم که همیشه پایدار باشید و این برنامه ها رو هم شما هم مجری دیگر که امروز شنیدم که ایشون هم خانم شهناز نیکوکار می باشن و با آقای دکتر معیز برنایان روزهای جمعه برنامه دارن، به ایشان هم شادباش و تبریک می گویم. دوستتون دارم و خوشحالم که در بین ما دو مجری جدیدی اضافه شد. امیدوارم که باز هم اینطور باشد. الان میخوام درباره یک کوفته ای که از سینه مرغ و سیب زمینی درست کردم، خیلی خوشمزه است و این برای بچه ها هم نرمه، خوشمزه است، خوبه. شما ها هم درست کنین، مخصوصا برای آدم های سالمند. دستورشو میدم، مواد لازم بفرمایید بنویسید: 500 گرم گوشت سینه مرغ، 2 عدد پیاز خرد شده، 1 عدد سیب زمینی، 2 حب سیر له شده، 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق آرد، 3 عدد قارچ یا نه 1 قوطی کنسروی قارچ، 1 قاشق رب گوجه فرنگی، نمک، فلفل، زردچوبه، زیره، جوز هندی و روغن به مقدار کافی. پیاز و سیر را با 3 قاشق روغن سرخ می‌کنیم، ادویه می‌زنیم، از روی آتش برمی‌داریم. سیب زمینی را بعد از پوست کندن رنده می‌کنیم، در میان دو کف دستمون فشار می‌دیم تا آب سیب زمینی خارج بشه. در کاسه نیمی از پیاز سرخ شده و سینه مرغ، تخم مرغ، سیب زمینی و آرد را با هم مخلوط می‌کنیم. اگر باز نیازی به ادویه داره اضافه میکنیم و پیاز باقی مانده رو در دیگ میریزیم و مقدار 1.5 لیوان آب اضافه میکنیم، به جوش میاریم و از گوشت کوفته های متوسطی درست میکنیم، در دیگ میندازیم. قارچ خرد شده رو در دیگ میریزیم، سرپوش میگذاریم، پس از به جوش آمدن رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم و تا تبخیر آب به روی حرارت متوسط میپزیم. عزیزان من، اگر موفق نشدید این برنامه رو بنویسید، امروز فقط گوش دهید، شب ساعت 10 تکراری خواهد داشت و فرد روز یکشنبه ساعت 9 صبح. علاوه بر این میتوانید وارد وبسایت شوید، www.lvida.co.il. بعضی از این برنامه ها رو من وارد یوتیوب میکنم، اگر در وبسایت نمیبینید حتما در اونجا خواهید داشت. پست الکترونی من که بتوانید با من تماس داشته باشید، vida1@bezekint.net. تلفن همراه 054-468-3438. تمام این امکانات رو در دسترس شما میذارم عزیزان. تلفن استودیو 03-67-3-60 برای تماس در هنگام برنامه، ولی به تلفن دستی خواهش میکنم هنگام برنامه زنگ نزنید، جواب نخواهم داد. عزیزان، از اینی که شما به این برنامه ها توجه دارید خوشحال میشیم، همه ای ما مجریان شاد میشیم که شما از ما استقبال میکنید. خب حالا اینجا دو چیز هست که در درجه اول میخوام درباره تخم مرغ کمی با شما صحبت کنم. البته این از گفته آقای دکتر هوبان که در لس آنجلس برنامه ای دارن در شبکه فارس و درست دقیق نمیدونم، من هر وقت بچرخونم اون پیچ رادیو رو ببینم به کجا تلویزیون میچرخه و ایشون صحبت میکنن، دوست دارم که برنامه هاشون رو گوش کنم. یک شنونده ای سوال کرده بود از آقای دکتر هوبان که آیا خوردن تخم مرغ ضرر آوره، زیان آوره؟ خیر عزیزان،
این جوابی بود که خود آقای دکتر هوبان دادن. و اینی که بعضیا میگوین که زرد نخورید، سفید نخورید، خیر. من خودم در هفته 3 دفعه حداقل تخم مرغ میخورم و حتی روزی 2 تا تخم مرغ. و این چیزیه که یک انرژی به من میده که بتونم روزو بگذرونم. و به هر کسم که این موضوع رو تایید کردم قبول کرده و براش خوب بوده. پس ازتون خواهش میکنم در جایی که میبینید تخم مرغ نخورید، اینجور چیزها نیست. طبیعت همه چیزو برای ما گذاشته. هر چیزی بخورید به مقدار کافی، زیاده روی نکنید فقط. حالا یک موضوع دیگری که من اینجا میبینم، اگه هر روز، این البته اینترنتیه، یک فنجان چای مفید و آرامش بخش بنوشید. یعنی این چای میتوانه از هل، دارچین، زعفران، استراخوس و کمی عسل که اینو با هم تهیه کنید، دم کنید، بخورید. هر روز یک فنجان این تمام استرس ها رو از بین میبره، اعصاب راحت میکنه، مخصوصا برای کسانی که سالمندن و ناراحتی های اعصاب دارن. حالا بیاییم اینجا درباره، اجازه بدید بهتر یه آهنگی گوش کنیم. این آهنگ از خانم هایده، بذارید آقای امیر عزیزم، شب عشق. و عشق خیلی چیز خوبیه، قشنگه. امیدوارم که همه دارای عشق سالم و تمیزی باشن. Thank you.
عزیزان، قبل از اینی که فراموش کنم میخوام اعلام کنم که 4:13 PM در کنیسای خلاله دکار در خلون شب شعری برگزار میشه. از کسانی که دوستداران شب شعر هستن خواهش میکنم که تشریف بیارید، ولی این باید با تعیین جا باشه. به آقای بیبیان تلفن بزنید، شماره تلفن 052-3874-584. آدرسش تا اونجایی که من میدونم خلون رخوف انگدی خواهد بود. من بلد نیستم آدرس صحیح بدم، بلدم که برم. خب این درباره این، پس حتما در شب شعر شماها رو اونجا خواهیم دید. حالا کمی درباره گیاهشناسی، من اینجا میبینم که نوشتم درباره والاریان. چرا این صحبت رو میکنم؟ والاریان، این صندلی صدا میده امیر جان، ببخشید. والاریان یک شربتی بود که یک موقعی من در رادیو اعلام کردم، کسانی که اعصابشون ناراحتی داره، کسایی که استرس دارن، کسایی که آرام شب نمیخوابن، از این شربت استفاده کنن. ولی الان دیگه نیست، نایابه، نمیتونید به دست بیارید. ولی خود شما میتونید اینو با خرید شربت پاسیفلورا، یعنی به اون درجه نیست، مخلوطی با والاریان نیست، خود شما یک شیشه این شربت رو بخرید. این وجود داره، هست، در دسترس همه هست، و یک شیشه هم از خود والاریان بخرید. 25 قطره، 30 قطره، همونطور که توی دستور شیشه والاریان نوشته شده، با شربت پاسیفلورا مخلوط کنید. کمی آب بریزید، شکر بریزید، صبح قبل از چایتون اینو میتونید بنوشید، شب هنگام خواب میتونید بنوشید. اعصاب آرام خواهد بود و حتی خود منم خجالت نمیکشم بگم که خود منم از این استفاده میکنم. حالا والاریان این نام علمیشه، در زبان فارسی هم میگن والاریان، ولی سنبلتی این یک علفیه که بهش میگن علف گربه. چرا میگن؟ علف گربه گیاهی است، علفی که ارتفاع آن تا 2 متر میرسه. ساقه های آن گیاه شیار داره، برگ های آن متقابل و متشکل از برگچه های بیضی نکتیزه. قسمت مورد استفاده گیاه اون ریشه هاش میباشه که از ریشه های زیادی پوشیده شده. ریزوم و ریشه هاش بوی خاصی دارن که گربه رو به خودش جلب میکنه، تحریک میکنه، به طوری که حرکات خاصی انجام میده. به همین دلیل به اون علف میگن علف گربه. گلهای گیاه به صورت دهیم به روی ساقه ها قرار میگیره، دارای رنگ سفید یا صورتی با بوی مطبوع هستن. این گیاه که اکثرا در نواحی جنگلی یا ارتفاع کم رشد می کنند، در بعضی از نقاط ایران می روید. تاریخچه سنبلتی با وجود بوی نامطبوع در قرن 16 در اروپا به عنوان عطر مورد استفاده بود. تنتور این گیاه قرنها به عنوان مسکن به کار می رفته. هنوز هم در فرانسه، آلمان، سوئیس برای درمان بدخوابی مصرف زیادی داره. در فرانسه سالانه حدود 50 تن سنبلتی به فروش میرسد. اثرات مهمش، مهمترین اثر سنبلتی آرامش بخش. اثرات دیگر آن شامل خواص آنتیبیوتیکی، کاهش فشار خون، آرام کردن ماهیچه های روده، ضد سرطانی و به مقدار زیاد محرک هستند. همچنین اسید والاریانیک دارای اثر ضد اسپاسم می باشد.
فراآورده های این گیاه در بهبود بدخوابی مؤثر بوده و یا مطالعات تجربی در زمینه دارونما به اثبات رسیده است. سنبولتی به عنوان یک آرامش بخش متوسط باید 30 تا 40 دقیقه قبل از خواب یا استراحت مصرف شود. پس بدونید که سنبولتی این در واقع از اولش از خود ایران بوده و الان در جاهای دیگه از این استفاده می کنن. حالا بیایم سر برنامه های آشپزیمون. یک کمی هم از آشپزی نمیشه که همش بخونیم، نمیشه هم همش دستور آشپزی داد. باید یک تنوعی باشه. دلمه از کلمبرگ استوانه‌ای با قارچ و سینه مرغ. مواد لازم 10 عدد برگ کلم. اگر نمیتوانید در دست رس ندارید، نمیتوانید به دست بیارید، که هست در فروشگاه هایی هست ولی در بازار و در شوک و اینها نمیتوانید. 2 عدد گوجه فرنگی، 4 عدد قارچ دگمه خرد شده، 2 عدد پیاز خرد شده، 2 حبه سیر خرد شده، 4 قاشق کیپر که همون سلفین باشه، 1 لیوان نعنای خرد شده، 1 لیوان جعفری خرد شده، 300 گرم سینه مرغ ریز خرد شده، نمک، فلفل، زردچوبه، پاپریکا، روغن به مقدار کافی. البته همونطور که چندین مرتبه براتون شرح دادم، کلم رو در یک کیسه نایلونی میذارید. می توانید اینو در میکروگال برای 3 تا 4 دقیقه بگذارید نرم بشه، زیر شیر آب بگیرید تا خنک بشه، برگاش به راحتی جدا میشه و اون برگا رو در آبکش بگذارید. بعضیا هستن که اینو میجوشونن، ولی اگر اونم میجوشونیم مواظب باشید که زیاد نرم نشه. نیاز ما فقط در این دستور به 10 عدد برگ میباشه و ما بقیه کلم رو حلقه‌ای می‌بریم. اون قسمت داخلش رو، مغز کلم رو حلقه‌ای می‌بریم برای زیر دلمه ها. کلم برگ استوانه‌ای نیازی به جدا کردن قسمت های سفت آن ندارد، چون خودش تقریبا نرمه. پیاز و سیر رو در 4 قاشق روغن سرخ می‌کنیم. قطعات ریز سینه رو اضافه می‌کنیم. با هم تفت میدیم، قارچ اضافه میکنیم، ادویه میزنیم، از روی آتش بر میداریم، زیاد قارچ روی آتش نگه نمیداریم، آب میندازه و در کاسه میریزیم. با 1 قاشق روغن جعفری رو کمی تفت میدیم، نعنا رو اضافه میکنیم و به مخلوطی سینه مرغ و کیپر اضافه میکنیم. بر روی هر برگ کلم 1 قاشق از مخلوطی میگذاریم، اونو محکم مانند 1 بقچه میپیچیم، در 1 بشقاب قرار میدیم. گوجه فرنگی ها رو حلقه میبریم، در ته دیگ حلقه های کلم رو میچینیم، بر روی اون حلقه های گوجه فرنگی کمی ادویه میزنیم. دلمه ها رو به طوری در دیگ میچینیم روی کلم و گوجه فرنگی که ختم دلمه ها به روی حلقه های گوجه فرنگی قرار بگیره که پراکنده نشه. اگر از کلم استوانه‌ای استفاده میکنید، احتیاجی نیست که بشقاب بروش بگذارید. 1 لیوان آب از کنار دیگ در دیگ میریزیم، سرپوش میگذاریم، پس از به جوش آمدن حرارت رو ملایم میکنیم که دلمه ها پراکنده نشه و پس از تبخیر آب هنگام سرو کردن خواهد شد، ولی دلمه ها رو داغ از دیگ خارج نمی کنیم. قطعات گوجه فرنگی و حلقه های کلم رو اطراف دلمه ها می گذاریم. این یک چیز خیلی خوشمزه درست کردم، من خودم خوشم اومد. اجازه بفرمایید یه آهنگ گوش کنید تا من این صندلی رو عوض کنم، برای اینکه اعصاب منم ناراحت میشه از این.
مسافری غریبی یه راه بی نشونم، میخوام برم گم بشم اینجا دیگه نمونم. هوای اینجا واسه نفس کشیدن کمه، برای زخم کنه رها شدن مرهمه. خب عزیزان برگشتیم، این صندلی هم تعمیر شد، اشکالی نداشت، فقط یه خورده خشک بود، خشخش میکرد. اونم آقای امیر زنده باشه ایشالله و سایش سر هممون باشه، که یک جوونیست نمیتونم اگه کسایی که ندیدن زیف سید شلایه حیفه، اگه منزل من نزدیک بود هر روز جام اینجا بود امیر جان. خب امروز من خودم در منزل هوای ماهی کرده بودم و از ماهی سول استفاده کردم. الان موضوع ماهی نیست که میخوام براتون بگم، دستور یک چیز نودلز، یک رشته که با تخم مرغیه، اینو میخوام دستورشو بدم. البته در ایران این مانند اون رشته فرنگی هامون میمونه، اما نه به اون نازکی. در هر بسته 4 تا 5 تا مکعب های یک اندازه‌ای داره در اینجا که اونو بهش میگن نودلز اینجا، و بیشتر برای سوپ ها استفاده میکنن. ولی من به فکرم رسید که یک چیزی در کنار این ماهی بذارم. برنج نمیشه مرتب خورد، سیب زمینی که نخیر، پاستا خوب برای سن من اینقدر پاستا اینقدر ها سالم نیست، پس بهتر دونستم که از این نودلز استفاده کنم. حالا چطور؟ برای 2 تا از این مکعب های نودلز رو، من دستور 2 تاشو میدم چون من 2 عدد این مکعب رو درست کردم، اینها رو در یک کاسه این 2 مکعب رو گذاشتم، 4 گوشی رو گذاشتم و روش آب جوش ریختم، سرپوش گذاشتم و برای 5 دقیقه تا 7 دقیقه همطور گذاشتم استراحت کنه. سپس شستمش، تو آب کش ریختم، آبش خوب رفت و در یک دیگی که دیواره کوتاهی داره 2 حبه سیره خرد شده با 1 قاشق روغن زیتون، 2 قاشق روغن زیتون سرخ کردم. این نودلز هایی که آب کش شده بود و توش ریختم با هم سرخ کردم. به قدر 25 گرم 30 گرم
کر انداختم. و وقتی که خوب اینها رو به هم زدم، یک برابر آب دو برابر شیر، یعنی یک سوم لیوان آب دو سوم لیوان شیر به این اضافه کردم، نمک زدم، حرارت رو کم کردم، گذاشتم به خرم خودش با آتش ملایم. این پخته شد، خیلی خوشمزه بود، برای در کنار گذاشتن ماهی خیلی خوشمزه است. عکس برداری حتی کردم، بله، در وبسایت اینو خواهم گذاشت در میان قسمت های ماهی ها. خب حالا سینه مرغ با آناناس، اینم یک برنامه یه که برای شب شبات می توانید از این استفاده بکنید. باز هم تکرار می کنم، اگر که این برنامه ها رو از دست میدید، موفق نمیشوید، بنویسید یا وارد وبسایت شوید و یا امشب ساعت 9 شب می توانید این برنامه رو گوش کنید. 10 شب ببخشید، 10 شب گوش کنید و روز یکشنبه 9 صبح. سینه مرغ با آناناس، مواد لازم: یک طرف سینه مرغ، یعنی یک پرپر یا دو عدد سینه مرغ که از یک مرغ باشه، یک قوطی آناناس کنسروی، نیم لیوان خلال بادام، سه قاشق مایونز، نمک، فلفل به مقدار کافی. سینه مرغ رو برای شنیسل کردن آماده میکنیم، همونطور باز میکنیم، کمی با گوشکوب شنیسلی میکوبیم، نمک و فلفل میزنیم. در ظرف مناسبی که برای فر باشه، یک ردیف شنیتسل میچینیم، به روش مایونز میمالیم، حلقه های آناناس میچینیم، سپس خلال بادام میپاشیم و یک ردیف دیگر باز مایونز میمالیم. همین کار رو تا آخر ادامه میدیم. چرا میگم تا آخر؟ به خاطری که من نمیدونم از اندازه ظرفی که شما استفاده میکنید چه اندازه خواهد بود. ممکنه که شما بیشتر از یک سینه میخواهید استفاده کنید. اینه که بستگی به خود شما داره که این ظرف رو تا چه اندازه باشه. سپس داخل فر میکنیم، برای مدت 20 دقیقه در حرارت 170 درجه میپزیم. البته در ردیف وسط فر قرار دهید. این هم از این دستور بود. من میبینم امروز یه دستور دیگه نودلز هم اینجا داریم. یک دستور دیگر نودلز که همون نودلز تخم مرغی باشه، رشته تخم مرغی باشه، 300 گرم نودلز رو کمی با آب میپزیم، آب کش میکنیم، 4 عدد قارچ دگمه ای رو برش میدیم، کمی از جوانه های خورد شده، یعنی از عدس و اینها که جوانه هاش سبز شده در مغازه ها میفروشن، 2 حبه سیر له شده، 200 گرم پنیر بلغاری قطع شده، 2 قاشق سس بلسمی، نمک، فلفل، روغن به مقدار کافی. طرز تهیه: سیر را با کمی روغن سرخ میکنیم، رشته ها رو با روغن که البته روغن زیتون باشه در اون میریزیم، سرخ میکنیم، قطعات پنیر رو به رشته ها در دیگ اضافه میکنیم، به هم میزنیم و ادویه میزنیم، قارچ رو اضافه میکنیم، به هم میزنیم و جوانه های خورد شده رو اضافه میکنیم، سس میزنیم، برای سرو کردن آماده است. البته این یک نوع سالادی است که میتوانید در کنار کوکو، در کنار ماهی، اینجور چیزها، و این میتواند حتی شب یک غذای سبکی برای کسانی که گوشت نمیخورن، شب غذاهای سنگین نمیخورن و یا کسانی که گوشت خوار نیستن، میتوانید از این استفاده کنید.
خب ببینیم اینجا دیگه چی داریم. آقای امیرخان خواهش میکنم آهنگ دیگه رو انتخاب کنید تا من یک دستور دیگه میدم و برمیگردیم به آهنگتون. برنج با کوفته های کوچک و با قالی سویا و شبیت. خیلی وقت بود دستور برنج نداده بودیم، نداشتیم. 3 لیوان برنج، 2 لیوان باقالای سویا، 1 دسته شبیت خرد شده، 2 عدد سیب زمینی حلقه شده، 500 گرم گوشت چرخ شده، 1 عدد پیاز رنده شده، 2 قاشق پیاز خشک، البته این همه جا در دسترس، نمک، فلفل، زیره، زعفران، زردچوبه، روغن به مقدار کافی. اگه شما ها خودتون میخواید این ادویه ها رو کم و بیش کنید، چیزی رو کم کنید، ادویه دیگری اضافه کنید، اونم باز میتوانید. طرز تهیه البته میدونید که پیاز و گوشت رو با هم مخلوط میکنیم، ادویه میزنیم، کوفته های کوچکی درست میکنیم، در روغن سرخ میکنیم، در دیگ تفلون 7 لیوان آب رو به جوش میاریم. چرا میگم 7 لیوان؟ همیشه برای جوشاندن برنجی که آب کش میکنیم 2 برابر و 1 لیوان هم باز اضافه آب میریزیم. پس از به جوش آمدن 1 قاشق نمک و برنج رو اضافه میکنیم، با قاشق چوبی به هم میزنیم. بین 7 تا 10 دقیقه بستگی به آتشتون داره، سرپوش میذاریم و میجوشونیم. هنگام پختن برنج حتما واجبه که 2 مرتبه این برنج رو با قاشق چوبی به هم بزنید که برنج نچسبه. سپس آبکش میکنیم، میشوییم، تکان میدیم، همه آب برنج رو خارج میکنیم، دیگ رو میشوریم، 3 قاشق روغن در ته دیگ میریزیم، کمی زردچوبه اضافه میکنیم، حلقه های سیب زمینی و تای دیگ میچینیم، 3 تا 4 کفگیر از برنج سفید رو به روی حلقه های سیب زمینی میریزیم و برنج رو با کوفته ها میپوشانیم. مابقی برنجی که در آبکش داریم با 3 قاشق روغن زیتون و مابقی مواد مخلوط میکنیم، یک کمی نمک فلفل میزنیم و به روی کوفته ها میریزیم. با گذاشتن سرپوش برنج رو به روی آتش متوسط برای مدت 10 دقیقه نگه می‌داریم. سپس اطراف برنج رو با کفگیر بالا میاریم، آتش رو ملایم می‌کنیم، برای مدت 3-4 ساعت به پختن ادامه میدیم. اگر در این لحظه برنج هنوز خام میباشه، با 1 قاشق کمی از برنج رو میچشیم. اگه خام بود 3-4 قاشق آب اطراف برنج میپاشیم. 1-2 دقیقه دیگر هم برنج رو به روی آتش نگه میداریم. امیدوارم که این برنج مورد پسندتون باشه، خیلی خوشم میاد. خب من معمولا غذا دوست دارم بخورم. آقای امیر جان من منتظرتونم. میخواستم از شهرمون برم، پیش هزارم چشم تو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی. گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه. گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه. حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه
نگاه تو کاشکی که برگرده. دل را اگر دانی به دیگری بگو بگو، از من تو پیدا کردی بهترین، بگو بگو. دل را به اینان سپردم خود بود گناه، از بام من میخوای که بپری، بگو بگو. گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه. گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه. حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. دل را اگر دادی به دیگری بگو بگو، از من تو پیدا کردی بهتری، بگو بگو. دل را به اینان سپردم خود بود گناه، از بام من میخوای که بپری، بگو بگو. گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه. گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه. حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. دست قشنگ شعر آهنگ خیلی قشنگی بود آقای امیرخان، از افشین مقدم به نام مسافر، خیلی قشنگ بود، کیف کردم. خب عزیزان، من میبینم که اینجا خواستم یک دستور دیگری هم بدم، میبینم که وقت کافی نداریم. از کسانی که برای من ایمیل فرستادن و در برنامه قبلی صحبتایی که درباره احترام به خانم ها گفته شد که در خانواده ها یاد بدید به بچه هاتون که چطور یک خانم احترام داره و احترام باید داشته باشه در جامعه، دیگه اون دوره ها گذشت که می گفتن زن او ولش کن. امروز خانم ها دارای مقام های بسیاری هستن، تحصیل کرده هستن، برای خودشون شخصیت دارن. از کسانی که از این صحبت استقبال کردن تشکر می کنم. می بایست یک نفر این برنامه رو یک روزی گوش زدی داده باشه، ولی خب به قرعه به نام من افتاد. شنوندگان گرامی، عزیزان من، از برنامه های بعدی دنبال کنید. برنامه بعدی مال خانم فریبا و شولی عزیزم خواهد بود، سپس برنامه خود آقای امیرشای با خانم شیوای حکاکیان. فراموش نکنید شب شعر رو در کنیسای خلاله دکار 4:13 7:00 شب، با اینکه به آقای بیبیان زنگ بزنید اسمتون رو ثبت کنید که حتما بتوانید اونجا جا رزرو داشته باشید. 052-38-74-58-4. سپاسگزارم از این که به این برنامه توجه داشتید. برای یکایک شما آخر هفته شاد و نیکی و آرزومندم. فراموش نکنید شعار ما همونطور که هر هفته در آخر برنامه خدمتون عرض میکنم، کمک، همدلی، همدردی، همصحبتی با همدیگر باشه. یک کار نیکی که انجام میدیم، اول از همه خود ما مسرور میشیم، خوشحال میشیم و سپس اشخاص دیگه که در این جامعه هستن از کار نیک ما مستفیض میشن. برای نسل آیندهمون باید یک اجتماع صحیح و سالمی بگذاریم
و هیچ وقت کار نیکی نکنید به خاطری که از خداوند خودتون انتظار داشته باشید سپاس بگیرید، اون رو به حساب خودش بذارید اون بالا. خداوند بی نهایت است، اما به قدر نیاز تو پایین می آید، به قدر آرزویت گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست. پس بیایید در حق دیگران خوبی کنیم، با دیگران باشیم، همدلی کنیم، همدردی کنیم. از اینکه به این برنامه توجه داشتید تشکر می کنم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. از خودتان محافظت کنید. به امید برنامه آینده بدرود. امیر جان از شما هم تشکر می کنم که در این برنامه منو همراهی کردید. مرسی. آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بیم.